زین خیر دکتر میگوید از وقتی دیدم تا وقتی مردنم. پسر میگوید من کسی دارم از تو هم بسیارتر مرا دوست میدارد. دخترک گریان شد و چشمانش پر از عشق میگوید قسم میخورم که از من بسیارتر تو را هیچ کس دوست نمیدارد. اگر خواهی خودم را میکشم در پیش پای تو تا که باور کنی تو را مثل من هیچ کس دوست نمیدارد. جوان باز میخندد و میگوید تو حالا نمیدانی کسی هست که از همه بسیارتر مرا دوست میدارد. من به همه عالمیان میگویم که از همه بسیارتر مرا کسی دوست میدارد وقتی که من در دنیا نبودم. وقتی که من در شکم مادر بودم او نمیدانست من سیاه هستم یا سفید، خوشرو هستم یا بزیب، سالم هستم یا نه. مادرم دوستم میداشت، آهسته مینشست تا مرا درد نرسد، آهسته راه میگشت تا من خودم را آسوده حس کنم، آهسته سلفه میزد، با نوازش میگفت فرزندم چه خیل خود را حس میکرده باشد. ای فرزندها، به قدر مادر رسید، از او دیده کسی شما را بسیارتر دوست نخواهد داشت. مادر بزرگ است، بزرگی مادر در آن است که بزرگترین نعمت دنیا فرزند رو به دنیا می آورد. شب و روز در فکر آن است که فرزند بزرگ، دانشمند، هنرمند شود و برای جامعه انسان سهمگذار گردد. وقتی که فرزندش یک یا دو ساله می شود مادر به وی اولین کلمه ها رو یاد می دهد. وقتی که فرزند کلمه ها رو از یاد کردن نتواند مادر بزرگ به وی پیوسته پای در پای کلمه ها رو تکرار به تکرار می آموزاند تا که فرزندش سخن کردن رو یاد گیرد، طرز آزادانه سخن کردن رو از خود نماید و در سن 3-4 سالگی با او طرز رفتار و کردار و با کلان سالان چی طور سخن گفتن، چی طور معامله کردن رو یاد می دهد. یک کلمه رو با فرزند 2 یا 3 ساله اگر یکون شخص دیگر آموزاند اون فرزند با یک بار و دو بار کلمه وی رو از خود نمی کند، زیرا اون شخص دیگر با این کودک تکرار نمی کند. در اینجا بزرگی مادر معلوم می شود. از شخص پرسیدن مهتاب زیباتر است یا مادر؟ گفت مهتاب رو می بینم مادرم با یادم می زند، اما مادرم رو بینم مهتاب رو فراموش می کنم. جوان نزد شیخ آمد و گفت زن عقل ندارد. شیخ در جوابش گفت به عقلی زن درون است که تو بر اینها را 9 ماه در بطنش نگاه داشت و 2 سال شیری سفید داد، 18 سال دیگر با مهر پرورش کرد تا تو امروز بیایی و از حالش خبر گیری، نه اینکه به عقل گوی و تحقیرش کنی. دست مادر و پدرت را بوسه بکن، این بوسه تو معجزه میکند که وصف نشدنی است و همین بوسه گیره های زندگیت را کشاده میگرداند. پدر روز بمیرد خار گردی که به مادر زی خود بیزار گردی. بدان تو قدر آنان را شب و روز به تار موی هر دو زار گردی. در مکتب معلمه به صنف در آمد و به همه دختران صنف سوال داد در آینده با چی گونه شخص اویله برپا کردن میخواهید شما؟ دخترها یک تا از جایشان خسته من میخواهم شخصی باشد که مرا حرمت کند، دیگرش باشد من میخواهم شخصی باشد زیبا باشد. خلاص هر یک تای آنها فکرهای خودشان را بیان کردند و نوبت به دختری اخیران صنف شد. از جایش خیست و گفت من به نفر میخواهم اویله برپا نمایم که مادرش را دوست دارد. معلمه حیران شد و پرسید برای چی دخترم؟ دختر گفت اگر همسری من مادرش را دوست دارد فردا پسری من هم مرا دوست خواهد داشت.
برای همین دوستان، دوست داشتن مادر، حرمت او را